امیانان عزیز و گرامی، درود فراوان بر شما. کوروش عرفانی هستم، در برنامه دیگر از سری برنامه های کاوشگری جامعه در خدمتون هستم. برنامه‌ای رو که میبینید برنامه 41 قسمت از سلسله مباحث استبداد زدگی است که خدمتون تقدیم میشه. یک بار دیگه یادآوری میکنم که برای پاسخگویی به پرسش های شما برنامه ویژه‌ای رو ما در نظر گرفتیم در رادیو اتحاد که اونجا خدمت شما تقدیم میشه و به اصطلاح مشخصات دریافت رادیو اتحاد رو قبلا خدمتون گفتم در ماهواره یوتلسات W3A که معروف است به ماهواره فارسی وان با فرکانس 10720 و سیمبل ریت 22000 با پولاریزاسیون افقی و FEC 3/4 با نام رادیو اتحاد میتونید دریافت بکنید. اون رو به اصطلاح روزهای پنجشنبه ساعت در واقع 9:30 به وقت ایران میشه، 9:30 شب، من برنامه ویژه‌ای رو تحت عنوان پاسخ به پرسش‌های کاوشگری در اون رادیو ارائه میدم که سوالاتی رو که شما عزیزان میفرستید و در این برنامه چون فرصت نیست به دلیل کوتاه بودن وقت من در اونجا به توضیح و بررسیش میپردازم که پنجشنبه آینده با هم به قسمتی دیگر از پرسش هایی که پیرامون شخصیت سلطه‌جو یا سایکوپت دریافت شده به اون خواهیم پرداخت و باز شاخص های بیشتری رو بررسی میکنیم و اینکه به اصطلاح چگونه میشه این گونه افراد رو در زندگی عمومی شناسایی کردش. این مبحث رو بنابراین اگر علاقمند هستید و همچنین سایر پرسش هایی رو که میفرستید به مرور من در اون برنامه مورد نظر قرار خواهم داد. و یک بار دیگه یادآوری میکنم اگر ایمیلی برای من میفرستید که حاوی نقطه نظرات و نکاتی هستش پیرامون برنامه، من اونها رو میخونم، اما الزاماً فرصت ندارم شوربختانه که به همه جواب بدم، ولذا اگر جوابی دریافت نمی کنید این رو دال بر به اصطلاح بی‌اعتنایی من نسبت به آنچه که فرستادید، حالا مثبت منفی هر چی که هست ندونید و فقط اون رو بذارید به حساب به اصطلاح مشکلاتی که ناشی از کمبود وقته. چند روز پیش بر روی فیسبوکم جمله ای رو منتشر کردم که می گفت انقدر سرش شلوغ بود که بعضی از کارها را به بعد از مرگ موکول کردش. حالا وضعیت ما هم داره یه همچین طوری میشه، انقدر کار مونده برامون که احتمالاً بعد از مرگ فرصت میکنیم به برخی از اونها بپردازیم. و اما اجازه بدید خدمتون بگم که سلسله بحثایی که در اینجا میبینید تابع کتابی است که من قبلا منتشر کردم، کتاب روانشناسی اجتماعی استبداد زدگی که عرض کردم بر روی وبسایت kuroshirfani.com موجوده و به صورت PDF میتونید این کتاب رو که خلاصه از این مباحث هست در اونجا دریافت بکنید. و همچنین اگر موردی بود میتونید بر روی فیسبوک kurosh.irfani اونجا من رو پیدا بکنید و پرسش های خودتون رو یا نظرات خودتون رو ارائه بدید و من معمولا سعی میکنم که کوتاه جواب بدم به نکاتی که اونجا مطرحه. پرسش اساسی که داریم روش کار میکنیم اینه که آیا رابطه بین استبداد منشی و نافریختگی وجود داره؟ نافریختگی رو تلاش فرد برای استفاده از نقطه ضعف های دیگران دانستیم و گفتیم که انسان فرهیخته سعی میکنه که بر عقل و ادب و منطق و استدلال تکیه بکنه و انسان نافریخته میره به دنبال در واقع نوعی از برخورد منفی با پدیده که مشخص نیست آیا به نتیجه میرسه یا نه، ولی فرد نافریخته جز این نمیتونه بکنه. بعد با هم بررسی کردیم چرایی به اصطلاح این برخورد رو در آدم ها و اینکه چگونه هستش عده نافریخته میشن و دیدیم در اونجا که این مسئله که به اصطلاح دوران تربیتی اونها چگونه گذشته در خانواده و بعد در نظام تربیتی خیلی تعیین کننده هستش برای اینکه یک فردی تبدیل بشه به یه انسان فریخته یا نافریخته. بنابراین ما پارامترهایی رو برشمردیم که اون دوران رو تعیین تکلیف میکردش، دوران قبل از مدرسه و مدرسه رو، و گفتیم که یه سری از عوامل میاد و بر شخصیت ما به صورت دراز مدت تأثیر میذاره و در بسیاری از این موارد ما
کاری نمیتونیم در مقابلش انجام بدیم، یعنی دست بسته ایم، چون مربوط میشه به دوران نوزادی ما، دوران کودکی ما، حداکثر دوران نوجوانی ما، ولذا دست بسته ایم، یه مقداری اونگونه دستمون باز نیست که بخوایم هر کاری میخوایم بکنیم و این پارامترها رو اجازه ندیم که بر شخصیت ما تاثیر بذارن. بنابراین ریشه های تربیتی رو که بررسی کردیم، رسیدیم به یه جایی که گفتیم شخصیت نافرهیخته با سه نوع سلطه‌جو، مهرجو و انزوا طلب شکل میگیره. اما از دو هفته پیش آغاز کردیم به گفتن این نکته که این به صورت مکانیکی نیستش، یعنی هیچ آدمی رو شما نمیتونید پیدا بکنید که بگه آقا من 100% تحت عوامل محیطیم اینی که هستم شدم، آدم بدی هم آدم خوبی هم این عوامل محیطی بوده، ولذا من رو مقصر ندونید و بدونید که من نقشی درش نداشتم. ما گفتیم که این نظریه اعتباری نداره. دو هفته است که داریم راجع به این صحبت میکنیم که فقط بتونیم نقش اراده رو نشون بدیم در این موضوع، که آقا ما کسی رو نداریم که به طور اتوماتیک طبیعی فرهیخته شده باشه یا نافرهیخته، بدون اینکه خودش کمترین تلاشی در این زمینه کرده باشه، بدون اینکه اراده خودش در این میان نقشی داشته باشه، اصلا چنین پدیده‌ای نداریم. ولذا بهتر استش که یه مقداری واقع‌گرایانه‌تر برخورد بکنیم و بریم به سمت اینکه ببینیم چه پارامترهای دیگری هستش که موثره. و به همین دلیله که امروز بحث من پیرامون این نکته است که ما نمیتونیم به راحتی و بر اساس یک نگاه جبری به طور 100% یا از اون ور با یک نگاه 100% اراده گرا بگیم که آقا یا من 100% حاصل محیطم و شرایطی که بهم تحمیل شده، یا به طور کامل همه چیز رو خودم به وجود آوردم و گور بابای محیط اصلا و ابدا در من تأثیری نداشته و نداره و نخواهد داشت. گفتیم که نگاهی که علوم اجتماعی امروز بیشتر با اون هماهنگ هست، نگاهی است از ترکیب این دو، و گفتیم که تناسب هر کدوم از اینا، جبر و اراده، از یک فرد به یک فرد دیگه متفاوته، از یک جامعه به یک جامعه دیگه، از یک قشر اجتماعی به طبقه اجتماعی دیگه، ولذا نمیتونیم اینگونه بگیم که 100% به یک طرف میشه قضاوت کرد و شر قضیه رو کندش. لذا اجازه بدید با هم دیگه ببینیم که اگر ما بخوایم فردی رو به عنوان فرهیخته داشته باشیم، آیا این چه تلاشی رو میطلبه، و همونطوری که دفعه قبل گفتم با قیاس خلف ببینیم که آیا کسی که نافرهیخته هستش میتونه بگه که من هیچ گونه نقشی نداشتم و به طور کامل من محیط خیلی بدی داشتم، پدر مادری داشتم که اصلا سواد نداشتن، داداشام هم که ماشاءالله همه خلافکار و اینا بودن، آبجیب هم که اصلا تعریف نمی کنم، یه پسرموی بسیار شر و بدجنس هم داشتیم که اومد زیر به اصطلاح پوستم نشست و گفت و اینا، من الان اینی که میبینید مثلا اصغر قاتل بار اومدم، یه همچی چیزی نداریم ما، مگر اینکه بخوایم سر خودمون رو کلا بذاریم، مگر اینکه نخوایم عینی‌گرا برخورد بکنیم. ولذا اجازه بدید که ببینیم آیا اگر این روند فرهیختگی رو بتونیم بشناسیم، میتونیم بدونیم که آدم‌ها چجوری هستش که فرهیخته نمیشن و برعکس نافرهیخته میشن. دقت بکنید، خیلی این وسط نمیبایستی قضیه رو باز بذاریم و بگیم که آقا یکی ممکنه که یک کمی فرهیخته باشه، یک کمی هم نافرهیخته باشه، ممکنه هر دوتاش باشه، میشه از این فرمول‌های مندرآوردی میشه به اصطلاح ابدا کردش. و واقعیت هم اینه که رفتارهایی شما میتونید ببینید که حکایت از نافرهیختگی خالص داره و از اون ور رفتارهایی که بیانی از فرهیختگی داره، اما تصادفیه، باید ببینیم کدوم قاعده است کدوم استثناء هستش و بر اون اساس قضاوت بکنیم. این که من آدم شر رو پدر سوخته و نمیدونم بدجنس و دروغگو و حقبازی هستم، حالا یه جا میبینید مثلا دست یه پیرزنی رو گرفتم از جوی آب رد کردم، بگید که عجب آدم خوبیه، عجب آدم درستکاری و اینا، ببینید این یه حرکت در مقابل اون 98000 حرکت زیاد نمیتونه به اصطلاح قاعده رو به هم بزنه. باید ببینید که به طور عموم من چگونه آدمی هستم، بر اون اساس قضاوت بکنیم، و بخصوص در سر بزنگاه ها راجع به مسائل مهم و در برخورد با آدم هایی که دقت داشته باشید در مقابل ما قدرتی ندارن از خودشون. یه موقع هستش که شما یه آدمی رو میبینید که اونم زورگوه، در مقام بالایی قرار داره، احترام براش قائلید، خب این احترامتون ناشی از ترسه،
ناشی از این هستش که به اصطلاح یه موقعی خطری از او متوجه شما نباشه، ولی یه موقع میبینید کسی رو که افتادگی داره در مقابل یه آدمی که هیچ قدرتی نداره یا هیچ برتری یا هیچ جایگاه خاصی نسبت به شما نداره و در این حال شما نسبت به او متواضعید، فروتنید، با احترامید. این معنی دار هستش و غیر قابل مقایسه است با اون احترام ظاهری که من شما میتونیم برای یه نفری که مثلا سرنوشتمون به دستشه داشته باشیم. لذا داستان فرهیختگی یک داستان پیچیده است که بخش قابل توجهی از اراده رو با خودش همراه داره و اگر من و شما بتونیم نقش اراده رو تشخیص بدیم در این موضوع، میتونیم از اون بر نقش نبود اراده یا کمبود اراده رو در شکل‌گیری شخصیت نافرهیخته بفهمیم و به این ترتیب کلی بهمون کمک میکنه. فرضیه‌ای که من در کتاب جلو بردم اینه که نافرهیختگی در ورای عوامل محیطی ناشی از تنبلی هستش. این کلمه رو من آگاهانه انتخاب کردم به خاطر اینکه خیلی نقش داره، بعداً وارد جزئیات که بشیم خواهید دید، در اینکه من تبدیل به چه تیپ آدمی بشم. کسایی که از لحاظ جسمی یا از لحاظ فکری تنبل هستن گرایشی ندارن که بتونن از اون چه که وجه ممیزه انسان از غیر انسان هست استفاده بکنن. یادتونه ما بارها و بارها در طول این برنامه تکرار کردیم که آنچه که من و شما رو ممیز میکنه از به اصطلاح سایر موجودات، وجه تمایز ما در واقع عقل ماست. عقل ما که ناشی از دستگاه مغز ماست. گفتیم دستگاه مغز انسان پیچیده ترین پدیده هستی است. هیچ چیزی تا به حال پیچیده تر از اون پیدا نشده. ولذا ما توانایی رو داریم که از این دستگاه مغز که هدیه طبیعت هستش به ما استفاده بکنیم و بریم به سمت چی؟ بریم به سمت اینکه تبدیل بشیم به یه موجودی که مسائل رو میفهمه، درک میکنه، تشخیص میده، تجزیه تحلیل میکنه و غیره. کاری که حیوانات نمیتونن بکنن، کاری که گیاهان نمیتونن بکنن، کاری که اشیاء نمیتونن بکنن و به این ترتیبه که وجه ممیزه انسانی خودمون رو پیدا میکنیم. حالا تصور بکنید یه نفری نتونه این کار رو بکنه یا نخواد این کار رو بکنه. آیا به نظر شما همچنان نسبت به سایر موجودات وجه ممیزه خاصی داره؟ تنها وجه ممیزه‌ای که خواهد داشت شکلشه. نمیدونم یه روباه دوتا گوش دراز داره و یه دم داره و چهار دست و پا راه میره، اینی که بهش میگن آدم دو پا داره روی دو دست و پا راه میره، یه موقع هم مثلا یه عینکی هم میزنه. بسیار خوب، فرقش در این حد میشه دیگه. بلا اون چیزی که قراره از من انسان بسازه در صورتی که مورد استفاده قرار نگیره، خب من نمیتونم مدعی انسانیت باشم برای خودم. دقت بکنید یه تعریف ذاتی در مورد انسان داریم که تعریفش میکنه و وجه ممیزش هم عرض کردم برای دینه که آفریده خداست، اشرف مخلوقات، نمیدونم مخلوق اشرفات و این داستان ها. برای منی که مسائل رو عینی نگاه میکنم یا بگم علمی نگاه میکنم، وجه ممیزه ای که سبب میشه ما بتونیم از پدیده به اسم انسانیت صحبت بکنیم، توانایی که در چیزی به اسم دستگاه مغز انسان هستش. شما اینو در بیارید، مثل کسانی که دیدید تصادف میکنن مغزشون از کار میفته، بهشون میگن اصطلاحا زندگی گیاهی دارن، یعنی هیچ کار خاصی نمیتونن بکنن، نمیتونن ارتباط برقرار کنن، حرفی بزنن و غیره. پس ببینید این رو شما از انسان بگیرید، دستگاه مغز رو آسیب بزنید بهش یا یه بلایی به سرش بیارید، در واقع امر دارید به نوعی آنچه را که خصلت ذاتی شما هست به عنوان انسان و شما رو متمایز میکنه از ببر و شغال و نمیدونم درخت کاج، دارید خودتون رو محروم میکنید. و برعکس کسی که داره از این استفاده میکنه و استفاده بهینه میکنه، داره نشون میده که برتری داره نسبت به تمام اینها، برای اینکه با یه طرح، با یه اقدام میتونه کلی محیط اطراف رو عوض بکنه، سرنوشت حیوانات رو عوض بکنه، سرنوشت گیاهان رو عوض بکنه، اشیا رو تغییر بده، بره کرات دیگر رو کشف بکنه. این حاصل کارکرد مغز هستش. بنابراین زمانی که ما راجع به فرهیختگی و نافرهیختگی صحبت میکنیم، دقت بکنید منظور ما این هستش که کی از دستگاه مغزش استفاده میکنه و کی نمیکنه. ببینید بحث رو من دارم میارم به پایه‌ترین سطح خودش که به نوعی ساده‌ترین سطح هم هستش، تا بتونیم روی این بچینیم بیایم بالا. یعنی اگر شما افرادی رو میبینید که من اصطلاحی که استفاده میکنم میگم مغزشون رو گذاشتن تو شیشه الکل، راحتن. یه سری حرفای کلیشه‌ای، رفتارهای کلیشه‌ای، عادت‌ها رو یاد گرفتن، همون رو
هی تولید و باز تولید میکنن. یه بخشی از مغز میدونید مخصوص این کار دیگه، منتها یه بخش خیلی کوچیکش اولا و ثانیا جز به اون بخشایی از دستگاه مغزه که ارتباط مستقیمی داره با بحث در واقع غریزی، یعنی اون بخش حیوانی مغز که کارکردهایی رو درش میذارن و این کارکردهای انجام میده و خودشو تکرار میکنه و باز تکرار میکنه، همون چیزی که در حیوانات به صورت غریزه هستش. شما یه بچه گربه ماده رو اگر از پدر مادرش جدا بکنید ببرید فقط تغذیهش بکنید که رشد بکنه، این بزرگ که بشه اگر با یه گربه نری جفتگیری بکنه حامله بشه و بچه بزاد کاملا بلده چیکار بکنه، میدونه بچه‌هاش باید نگهداری بکنه، بلیسه، تمیز نگهداره، گرم نگهداره، شیر بهشون بده و تمام اون چیزی که یه گربه مادری که همه اینا رو مثلا از بچگی دیده، 6 تا شکم نمیدونم مادرش به زاییده و اینا، هیچ فرقی نداره و اینو بهش میگن غریزه، غریزه مادری که طبیعت در وجود اینا گذاشته به مرور در طول تاریخ تحول طبیعیشون و بلدن که چیکار بکنن. انسان همچی چیزی نداره، یعنی شما یه انسانی رو از پدر مادرش جدا بکنید و تغذیهش بکنید بعد از یه مدت که بزرگ بشه جز ظاهرش، تازه اونم در بعضی از موارد حتی ظاهرش هم از دست میده، هیچ چیزی از انسانیت درش پیدا نمی‌کنید. در یکی دو تا از برنامه‌ها من نمونه‌های مختلفی از کسانی که بهشون کودکان جنگلی یا کودکان وحشی میگم خدمتتون ارائه دادم که یه کودکی در چند ماهگی، یه سالگی، دو سالگی گم شده در جنگل، حیوانات اینو نگه داشتن یا خودش یه جوری بالاخره تونسته زنده بمونه، بعد از 5 سال، 10 سال، 15 سال که اینا رو پیدا میکنن هیچ نشانی از انسانیت درشون نیست، نمیتونن حرف بزنن، نمیتونن روی دو پا راه برن، نمیتونن غذای آدمها رو بخورن، نه حرف میفهمن، نه کلام یاد میگیرن. مثلا در سن 12، 14، 15 سالگی بعضی هاشون به محض اینکه از اون محیط جنگلی گرفته میشن و میارنشون توی خونه یا تخت خواب و اینها، خیلی سریع دق میکنن و میمیرن. اصولا حالا دق میکنن نمیدونم، ولی میمیرن، نمیتونن خودشون رو به اصطلاح باز تطابق دهی بکنن با شرایط جدید. همه اینا به ما نشون میده که من و شما به تنها چیزی که میتونیم بنازیم برای اینکه از اون به اصطلاح ببر استوایی متمایز باشیم فقط و فقط این دستگاه مغزمونه. اینو که شما بگیرید تمایز، مگر اینکه بخوایم بریم پای داستان سرایی، مگر اینکه بخوایم بریم نمیدونم تورات و انجیل و قرآن و اینا رو باز بکنیم افسانه واسه خودمون تعریف بکنیم، یا اینکه بخوایم بریم توی عوالم فلسفی آنچنانی که نه یک ذات غریزی فطر، نه همچ چیزی نیست. بدونید عزیزان که ما انسان‌ها فقط و فقط در سایه بکارگیری دستگاهی به اسم مغز هستش که میتونیم لایق نام انسان و واجد آنچه که انسانیت میگن بشیم. و الله شما نگاه بکنید در موجودی مثل اسدالله لاجوردی، یه بار روی گوگل فیلم‌ها یا عکساش رو ببینید، چهره این آدم رو فقط نگاه بکنید، از قول زندانیانی که با این آدم برخورد کردن از نزدیک ببینید، بگید آقا چیزی از انسانیت در وجود این آدم میدیدی تو؟ از این موجود پلید آدم کش. یا تمام این سران جمهوری اسلامی که دیدید ماشاءالله چقدر هم خوش چهره و خوش سیما هستن، چرا؟ برای اینکه اون قسمت از دستگاه مغز رو که میبایستی کار بکنه و موجد انسانیت در انسان بشه تعطیلش کردن. یعنی رفتن، به قول برخی توضیح میدن، میگن که ما رده هایی در لایه های مغزمون داریم که رده های زندگی خزندگانه، در سیر تکاملیمون اینا هستش هنوز، و زمانی که یه انسانی شرافت رو، اخلاق رو، ارزش‌ها رو، وجدان رو و غیره و غیره رو میذاره زیر پا، میره برای اینکه در اون سطح خزندگان در واقع اون به اصطلاح رپتیلیان پارت آف کورتکسش زندگی بکنه، بخش خزنده دستگاه مغز زنده بکنه. یعنی را میره، غذا میخوره، نفس میکشه، خرخر میکنه، نمیدونم تولید مثل میکنه، همه این کارها رو میکنه، ولی چی از انسانیت در شما میبینید؟ چه زیادی نیستش. انسانیت در کجا زاده میشه؟ در اونجایی که شما شروع میکنید فکر کردن، اندیشیدن، دیگری رو فهمیدن، ارتباط برقرار کردن، ظرافت‌های کلامی رو درک کردن، مسلط شدن بر ارتباط، مسلط شدن بر تمام این مقوله‌های ارتباط فردی، میان فردی، اجتماعی، گروهی. موقعی که موفق میشید با یک روند غیر غریزی پدیده‌ای به اسم عشق رو کشف بکنید،
موفق میشید که در ورای هورمون هاتون پدیده دوست داشتن دیگری رو کشف بکنید. اینها هستش که از ما انسان میسازه. یه لیست بلند بالاییه که تمدن و تاریخ و فرهنگ و ادبیات حاصلش هستن. در غیر این صورت والا غذا رو گنجشکا هم میخورن، عصبت تولید مثل و نمیدونم خرس هم میکنه، بعد هم جفتشون هم میمیرن مثل آدمی که این کارا رو میکنه و میمیره. بچه میزان و تولید مثل میکنن و غذا میخورن و میمیرن. آیا این اسمش انسانیته؟ اینو باید به قول معروف در موردش مداقه بکنیم. اما برگردیم به بحثمون. چون کار تفکر کار دشواری است، همونطوری که این نقل قول رو از این نویسنده امریکایی سو گرافتون من آوردم، میگه thinking is hard work which is why you don't see many people doing it. فکر کردن، اندیشیدن کار سختیه، واسه همینه که تعداد زیادی آدم ها رو نمیبینید مشغول این کار باشن، میدونید؟ و این یه واقعیته. دفعه قبل من اومدم روی این بحث یکی دو نمونه خدمتتون دادم از آدم های عادی که چجوری میگن من باور بکنید هر کاری بگید من محکم و سفت و سخت انجام میدم، میرسه به فکر کردن خوابم میگیره. اینا ببینید تمام پروگرام میشه در مغز بر اساس روند زندگیتون که آیا شما اهل اندیشیدن باشید یا نه، اهل فکر کردن باشید یا نه. زمانی که اهل فکر کردن هستید، خود به خود شروع میکنید به در درونتون پیچیدگی به وجود آوردن. پیچیدگی ذهنی که در شما به وجود میاد، یعنی در دستگاه مغزتون، دستگاه فکریتون رو پیچیده میکنه و به واسطه این وقتی که با پدیده های بیرونی برخورد میکنید، سعی نمیکنید ساده سازی بکنید، سعی میکنید با مجموعه پیچیدگیش برخورد بکنید و از پیچیدگی ذهن خودتون استفاده بکنید و این مقوله رو درک بکنید، این مجموعه رو درک بکنید و به واسطه این تلاطمی که در ذهنتون هستش که بتونید پدیده ها رو بفهمید، موفق میشید که دائم شخصیتتون رو، روحتون رو، ذهنتون رو تکامل ببخشید و گام به گام میاد چی؟ تبدیل میشید به اون چیزی که بهش میگن انسان، انسان فرهیخته. اما وقتی نمی کنید چی؟ دستگاه ذهنی ساده است، پیچیدگی نداره زیاد و لذا تنها چیزهایی رو میتونه بفهمه که ساده هم. آقا میخواید من برنامه تلویزیونی بفهمم؟ این کاوشگری جام بدجور مغز ما رو کار میگیره. این آقای فانیاب آقا هی میگه فکر کن. آقا فکر میرید سرت عوض میکنید، میرید طرف نشسته زمین و زمان و با 150 تا کلمه واسه تون توضیح میده آقا سیاست اینه، اقتصاد اینه، آدم اینه، دوتا مثال میزنه، دوتا شعر میخونه، نقالی میکنه، کیف میکنه آدم. برای چی؟ برای اینکه ساده است دیگه. دعوت نمیکنه که حالا من بخوام فکر بکنم در مورد اینکه اگر از دستگاه مغزم استفاده نکنم به نحو بهینه، به نحو روشمند، ممکنه حتی لایق نام آدمی هم نباشم. ای بابا، ما دلمون خوش بود که انسانیم، اشرف مخلوقاتیم، نماز دعامون هم داریم میخونیم که اون دنیا بریم بهش، تازه زندگی ابدی هم پیدا بکنیم. مثل که مثلا در این دنیا چقدر هنر کردیم، یه 150 تا دیگ برنج و خورشت رو در طول عمرمون تموم کردیم. میگیم خب آقا این کارها رو ما کردیم، کنارش هم خدا حواست باشه هی ما دلار راست صبح زور شب میشدیم، ما لطفاً ما رو حالا ببر یه جایی که دیگه بتونیم بی نهایت از این دیگای برنج و خورشت باشه و ما کیفمون رو بکنیم. ببین چقدر اون دنیاشون هم قشنگه، شبیه همین دنیاشون میمونه. فقط فرقش اینه که اینجا میدونن 200 تا دیگو که تموم بکنن عمرشون تموم شده میرن، ولی اون بالا دیگ ماشاءالله تا دلتون بخواد از سر بهشت تا ته بهشت میری، تازه میرسی تهش دوباره میارن سرش، میگه آقا شروع کن دوباره. سکس هم که برقرار، حوری و غیره و زالک، زیر درختاش هم که نهر روانه و اشاره به درخت میکنید سیب و گلابی هم میار و قلمان از این ور، حوری از اون، دیگه چی میخواید؟ این میشه زندگی. برای مغز ساده چه چیز بهتر از این؟ شما به من بگید چرا نتونه مذهب امپراتوری خودش رو در طول 5000 سال، 7000 سال بر روی فکرها و اندیشه های تا این حد ساده، تا این حد بچه، تا این حد کودک صفت بنا بکنه نکنه؟ چرا نتونه؟ وقتی شما یه نفر رو تقلید میدید که ببین عزیز، تو که نمیخواد فکر بکنی، تو اصلا نمیخواد بیاندیشی، چرا میخوای فشار بیاری به خودت؟ اینا این کلام خدا، اینو بردار ببر یه 15 بار بخون یاد میگیری، بعدش بیا اینجا من بهت میگم دلاش و راست رو نمیدونم چیکار کن چیکار نکن. این میشه عبادت. عبادت رو که کردی خدا ازت راضیه، میاد دست رو میگیره شفاعت میبره تو بهشت. بهشت هم که رفتی که دیگه تمومه، ابدی دیگه، کیف و حال برای همیشه. یه عزیز ساده تر، شسته رفته تر.
حالا عالم و دانشمند بدبخت باید بیاد زور بزنه بگه ببینید آقا شما در این کره زمین حاصل یک تحول تاریخی طبیعی چند میلیون ساله هستید، الان این پدیده‌ای که به دست آوردی به اسم دستگاه مغز این پدیده بسیار ارزشمندیه، اصلا نمونه نداره در هستی شناخته شده، بنابراین اگر این رو به کار بگیری موفق میشی که خودت به تکامل فردی برسی و اگر این کار رو به طور جمعی بکنی تکامل اجتماعی به وجود میاد، تکامل تاریخی به وجود میاد، به واسطه تکامل تاریخی ما میتونیم مدار وجودی انسان رو بالا و بالاتر ببریم، پدیده‌ها و جهان‌های تازه‌ای رو کشف بکنیم و بریم به سمت شناخت ناشناخته‌ها، کشف ناشناخته‌ها و به این ترتیب افق هستی، افق وجودی خودمون رو گسترش بدیم و همینطور ادامه پیدا بکنه نسل بعد از نسل و هر کدوم از ما یه بازیگری در این بازی بسیار زیبای بی انتها هستیم. اینو بخواد به جای اینکه اینو جا بندازی میگه نه من بهت میگم این زنجیر رو بگیر بزن پشتت، یه یا حسینی بگو، یه غمه‌ای تو کلت بزن و یه چهار بارم دلار راست بشو حل قضیه. کشف ناشناخته ها یعنی چی؟ خدا هستش همه اینا رو به وجود آورده، خودش هم بالا سرته. کار بد بکنی میبرتت آویزونت میکنه تو جهنم تا آخر عمر، کار خوب هم بکنی میبرتت کنار حوریا میذارتت. دیگه چرا میخوای به مغزت فشار بیاری؟ چرا میخوای بری دنبال علم و دانش؟ چرا میخوای بری دنبال کشف و پژوهش؟ چرا میخوای افقهای جدیدی رو تو هستی پیدا بکنی؟ ببینی چقدر خوبه، راحته وقتی آدم نمیخواد از مغزش کار بکشه، چقدر فرمول وجود داره. آه تو بیا به من به پیوند نمیدونم چی چی الله درست میکنم مصد همه چیز رو میبرمت به دم دروازه بهشت، تحویل خدا میدم و میرم. از این بازی های قرتاس بازی های اینجوری که واسمون فراهم کردن تا کی؟ و من و شما انسان که تونستیم شانس این رو داشته باشیم که میلیون ها سال دقت بکنید، صد ها میلیون سال تکامل طبیعت، کرات، کهکشان، بیگ بنگ و غیره و غیره و غیره رسونده ما رو به اینجایی که الان دارای دستگاهی شدیم که 700 گرم بیشتر نیستش تو کاسه مغزمون و با اون میتونیم هستی رو بشناسیم و میتونیم هستی رو تغییر بدیم، هر کاری دلمون بخواد میتونیم بکنیم، تبدیل میشیم به یه موجود ذلیل تو سری خور که بهمون میگن بنده، بنده خدا باش تا رستگار شوی. یعنی در سرافرازی و رستگاری و پیشرفت و خودشکوفایی و خودرهاگری نیستش که میتونی به اصطلاح برسی به رستگاری، با توسری خوردن و عجز و لابه و بندگیست. ببینید دوتا روایت دیگه، روایت فریخته و نافریخته. نافریخته میگه آها این خوبه، این خیلی خوبه، آسونه. تنبله دیگه میگه آقا خب حالا زورکی میزنیم صبح بلند میشیم خواب و بیداری دلاراستی میشیم، زورم بعد از اینکه چاپیدیم و غارت کردیم و به ناموس هزار نفر نظر انداختیم و غیر و ذالک میریم مسجد یه وضوئی میگیریم یه دلاراستی میشیم، غروبم اگر کسی باشه یه دلاراست میشیم، اگرم نباشه که زیرسیبیلی رد میکنیم و امیدواریم که چوب خط پشت چوب خط خدا واسمون ثواب و اینا بزنه، یه موقع هم اگر تونستیم رشوه بگیریم و خوب پول دزدیدیم و حق 4 تا بچه یتیم و نمیدونم خانوار بی سرپرست رو به جیب زدیم، یه مکه‌ای هم میریم بابا میریم دور خونه خدا میچرخیم و از توش چی در میاد؟ ضمانتنامه رسمی برای رفتن به بهشت. حل دیگه. ببینید به نظر شما این برای آدم نافریخته مناسب نیست؟ برای آدمی که میخواد دستگاه مغزش رو تعطیل بکنه مناسب نیست؟ روایت خوبی نیست؟ چرا؟ چون گفتیم که آدم نافریخته تنبله، یعنی حاضر نیست به دشوارترین کار که کار در واقع سخت فکر کردن، اندیشیدن، کشف کردن، سوال کردن، شک کردن باشه بپردازه. دوست داره همه چیز حاضر آماده باشه، قلپی بندازه پایین، حالا یا تو شکمش یا تو مغزش که حل بشه، ساده مسئله حل بشه و بره برای سعادت ابدی. اما به این آسونی نیست هموطنان عزیز. کار فریخته بودن یا نافریخته بودن خیلی سخته، خیلی دشواره. بذارید یه نمونه خدمتتون بدم. حتما به یاد دارید این تصویر رو، اونایی که اخبار رو دنبال میکنن دیدن. اینجا میتونید تصویر همه قضیه رو ببینید. این خانوم جوانی که میبینید سمت راست خانوم آمنه بهرامی نواست، متولد سال 1356
و این تصویر چپ یا این تصویر تصویرش بعد از اینکه مورد اسید پاشی قرار گرفت توسط یک جوانی که به دنبال این دختر خانم بود تا با او ازدواج بکنه و او هم من وقتی که گزارش رو میخوندم میگفتش که این سال 83 این آقای مجید موحدی پسری که روی این اسید پاشیده اومده از وی خواستگاری کرده. این خانم آمنه هم اون موقع کار میکرده، فارغ التحصیل شده بوده و کار میکرده، پرسجو میکنه و میبینه که این اولا چند سال از او کوچکتره، حالا شاید خانم آمنه دوست نداشته با یک کسی که کوچکتر از خودش ازدواج بکنه، احتمالا منظور مثلا شاید در این مورد بچه صفتی اون زیاد مد نظرش بوده و هیچ وجه مشترکی با هم ندارن. این گزارش میگه هیچ وجه مشترکی با هم ندارن. بسیار خوب، از این رو به پیشنهاد آقا مجید میگه نه نمیخوام آقا، من شما برو یکی دیگر رو پیدا کن. حالا دقت بکنید، یه لحظه در نظر بگیریم این داستان فریختگی و نافریختگی رو، که این مجید موحدی اگر یه آدم فرهیخته ای می بود چیکار باید میکردش؟ من یه چند تا سوال تصور کردم که اگر این پسر یه آدم معمولی بود، یعنی یه آدمی بودش که بیمار روانی نبود، چون این کار میدونید دیگه از کی برمیادش، این سوالا رو از خودش میکرد. میگفت اصلا من چرا این خانم آمنه رو دوست دارم؟ دلیل اینکه علاقمند شدم چیه؟ آیا آگاه هم نسبت به دلایل و عواملی که منو بهشون علاقمند کرده یا خیر؟ خودش یه پرونده ای رو باز میکنه برای اینکه شما غور کنید، فکر کنید، بررسی بکنید، ببینید راز این قضیه که من به این خانم علاقمند شدم چیه و کلی جواب و مطلب از توش بکشید بیرون. بسیار خوب، حالا خبردار میشه که این آمنه خانم ولی شما رو دوست نداره. دومی سوال، چرا آمنه منو دوست نداره؟ یه پرونده جدید باز میشه با 70-80 تا عنصر و عامل و سوال و مورد و جزئیات که ممکنه به این خاطر باشه، ممکنه به این دلیل باشه، غیر و ذالک. پرونده بسته میمونه. سه، آیا موضوع اختلاف سن مهمه؟ چرا این رو گفته؟ چرا اهمیت داده به این موضوع؟ آیا اختلاف سن به این خاطر مهمه که از نگاه سنتی داره به موضوع نگاه میکنه؟ بنابراین شاید یه راه حلی وجود داشته باشه براش، یا اینکه مهمه به خاطر اینکه من بچه جلوه میکنم، رفتارم بچگانه جلوه میکنه. خب در این صورت شاید واقعا مثلا دلیل نداشته باشه که به من علاقمند بشه. می‌بینید سوالی در این بین نیستش. سوال چهارم، آیا اینکه هیچ گونه وجه مشترکی نداریم، احتمالاً در نظر بگیرید در یه جای این خانم آمنه به این آقا مجید گفته که آقا ما که با هم وجه مشترکی نداریم، خب ما چه زندگی چه ازدواجی، مثلا با یکی بریم با هم دیگه نمیدونم زوج خودمون رو پیدا بکنیم که احساس اشتراک نظری، احساسی چیزی می‌کنیم. یه لحظه به خودش نگفته این پسر که این وجه مشترکه چیه، داستانش منظور چی هست، چه موضوعاتیه، چه حوزه هاییه، چه مواردی رو در بر میگیره این وجه مشترک؟ اصلا و ابدا. سوال پنجم، من چگونه این موضوع رو میتونم بپذیرم یا کنار بیام باش که این خانم آمنه منو دوست نداره؟ حتما یه دلیلی یا یه سری دلایل داره دیگه. حالا دلایلش هم میتونه اصلا خیلی جالب نباشه یا خیلی متقن نباشه، ولی چه دلیل داره من اصرار بکنم؟ دلایل اوست و قرار یه زندگی برقرار بشه که دو طرف است، قرار به اصطلاح رضای دو طرف در موضوع باشه و به این ترتیب بند و چفتش محکم باشه برای 30-40-50 سال. خب منو دوست نداره، چه دلیل داره من اصرار بکنم؟ حالا اینکه من بدونم مثلا نمیدونم آقا از فرم گوشای من خوشش نمیاد، یا بگی که نه این رشته تحصیلی که داری میخونی به درد نمیخوره، یا اینکه بدون به من آقای آدم سر به هوای مثل تو رو دوست، هر دلیلی میتونه باشه. از زمانی که شما ذهنتون بازه آمادگی این رو دارید که نسبت به این دلایل حساس باشید، یعنی بفهمید که چیزی پشتش هست و جدیه. سوال آخر، آیا من نباید راجع به کل این موضوع، حالا که این جواب رد این خانم رو دریافت کردم، بشینم بیشتر فکر بکنم، تجدید نظر بکنم، ببینم شاید واقعا انتخاب خوبی نکردم، ببینم شاید من آدم مناسبی واسه ایشون نباشم؟ شما ببینید
از این 6 تا سوالی که در عرض 2 دقیقه من خدمتتون گفتم و اگر باز بشه میتونه تا 2 ساعت هم راجبش صحبت بشه، این آدم آقای مجید میتونستش نتیجه گیری رو بیرون بکشه که باعث بشه این بلا رو بر سر این خانوم نیاره، زندگی یک دختر رو تباه نکنه. ولی شما میبینید که به جای طرح این سوالات، به جای دقیق شدن و رفتن روی جزئیات که چرا چنین کاری نمیخواد صورت بگیره یا نباید صورت بگیره یا نمیتونه صورت بگیره، میادش و میره تحت اون بخش مادون حیوانی که در ذهن ما هست، همون بخش خزندگان که عرض کردم، تصمیم میگیره که خیلی خوب من الان میرم و یه ظرف بزرگ اسید جور میکنم و میارم و این خانوم زیبا رو، این دختر زیبا رو که تحصیلاتش رو تموم کرده، داره کار میکنه، برای آیندهش 1001 نقشه داره، دوست داره ازدواج کنه، تشکیل خانواده بده، مادر بشه، نمیدونم و و و، تبدیل میکنم به این موجودی که بعد از نمیدونم 10 تا 15 تا عمل جراحی که انجام شده بر رویشون، بیناییشو از دست داده و و و، هنوز نتونستن یه چیز واقعا خوبی در بیارن با وجود اینکه جراح اسپانیایی کلی عمل جراحی پوست و غیره کردن رویشون. بعد میان دستگیرش میکنن، عکسش هستی، آه ببخشید نفهمیدم چیکار کردم. ببینید این انسان نافرهیخته است، نمونه بارزی از امر نافرهیختگی. اصلا دنبالش نگردید که تو آسمونا پیدا بکنید، تو مثالایی که دور براتون هست میتونید پیدا بکنید که یک لحظه من نمیشینم فکر بکنم، به خودم بگم که برم تو عمق موضوعی ببینم چی. طرفم دانشجو بوده دیگه، اینا با هم دیگه هم دانشکده‌ای بودن در واقع، یعنی مثلا نمیدونم در حد کاردانی حداقل این آقا پسر تحصیلات داشته. ولی ببینید نظام تربیتی خانوادگی رو، ببینید 12 سال نظام آموزش پرورش رو و 2-3 سال هم نظام دانشگاهی رو که نتونسته لااقل این عمل ساده رو به این جوان ایرانی آقای مجید یاد بده که جناب مجید موحدی، اگر فردا روزی رفتی یه موقع سراغ یک مسئله ای و اونجوری که دلت میخواست نشد، بیا بشین راجبش فکر بکن، یه تیکه کاغذ بذار جلوت، دلایل خوب رو بنویس، دلایل بد رو بنویس، ارزیابی بکن، سنجش بکن، فکر بکن، مشورت بکن، نظر دیگران رو بخواه و بگو که چرا میشه یا چرا نمیشه. ولی شما میبینید که 12 سال و 2 سال 3 سال 14-15 سال تحصیل، 5-6 سال هم تربیت خانوادگی، 22-23 سال به اضافه حالا تجارب کاری و غیر و ذالک، نتونسته جواب بده. و حد اکثر چیزی که به ذهن این رسیده اینه که یه دونه سطل اسید بردارم ببرم بپاشم تو صورتش که پدر سوخته نمیخوای زن من بشی؟ من میشه همچی چیزی؟ یادتونه در تعریف نافرهیختگی خدمتون چه گفتم؟ گفتم نافرهیخته خود و دیگران رو به مثابه شی نگاه میکند، نه به مثابه انسان. آخه آدم بخواد دیگری رو به عنوان انسان ببینه، باید بتونه پیچیدگی او رو بفهمه، پیچیدگی موجود انسانی رو باید بفهمه. و منی که دستگاه مغزم رو یاد دادم به تنبلی و بیکاری و به اصطلاح معطل و ولگشتن، من چجوری میتونم پیچیدگی دیگری رو درک بکنم؟ آقا مجید چجوری میتونه پیچیدگی آمنه رو درک بکنه؟ پس چون نمیتونم با پدیده پیچیده که این 6 تا سوالی که خدمتتون گفتم، یه اشانتیون کوچیک، یه نمونه کوچیکی از سوالاتی که میشه مطرح کرد، چون نمیتونم با این طرف بشم، ساده میکنم قضیه رو در حد یه سطل اسید و حل میکنم مشکل رو. یادتون هستش زمانی که قرار بود تر قصاص در موردش پیاده بشه، حکم قصاص چه زاری میکردش، چه ذلتی رو به جون خریده بود، چه جوری افتاده بود به دست و پای همین آمنه؟ این انسان نافرهیخته است. وقتی احساس قدرت میکنه تو سر میزنه، وقتی احساس میکنه قدرت بالا سرش، سرشو میاره پایین، برای اینکه نمیدونه چه جوری باید برخورد بکنه با مسائل، برای اینکه داره با اون سطوح مادون حیوانی مغزش زندگیش رو پیش میبره. شما نگاه نکنید، طرف رئیس جمهور کشورمونه الان به قول خودش، در این حده، در این حده که از اون قسمت خزندگان ذهنش داره استفاده میکنه،
رئیس جمهور واسه خودش، رهبر ولی فقیهه. اصلا خودتون درگیر تیتر و عنوان و مقام و اینها نکنید، ببینید کی از دستگاه مغزش استفاده میکنه و کی نمیکنه، کی تعطیل کرده قضیه رو. خباثت و بدجنسی و شرارت و اینها دقت بکنید، اینا کارکردهای اون بخش مادون حیوانی مغزه، ربطی نداره به این که من برم در کنار دیگری بشینم و بتونم به عنوان آقا مجید تصویری از خودم ارائه بدم، کیفیتی از خودم ارائه بدم که خانم آمنه به عنوان یک انسان جذب این بشه، علاقمند به این بشه و لذا عشقی رو که من بهش ابراز میکنم پاسخ مثبت بده. اصلا همچی چیزی نیست. من چه میدونم این کارا رو؟ کجا من میتونم با این پیچیدگی برخورد بکنم؟ اجازه بدید یه مورد دیگر رو خدمتون بدم. روزنامه قدس چند وقت پیش، سال 90 هستش، این مال یک سال پیشه، یه مصاحبه کرده بود، عنوانش هست مصاحبه با حسن چاقوکش. تیترشو ببینید چقدر جالبه، مصاحبه با حسن چاقوکش دانشجوی کاردانی مکانیک، عکسش هم زده. حالا روزنامه قدس میگه که رفتیم با این حسن چاقوکش که بازداشت کرده بودنش صحبت بکنیم. خبرنگار میگه برعکس هیکلی که دارد آرام است و وقتی با وی حرف میزنی صدایش رو بچگانه میبینی. این توصیف جناب حسن چاقوکشه. بعد خبرنگار ازش میپرسه از چه زمانی وارد این باند زورگیری شدی؟ میگه 6 ماهه. میگن تو نقش اصلی رو داشتی. میگه با توجه به اینکه هیکل درشتی داشتم دارم، وظیفه ترساندن مال باخته ها به عهده من بود. وقتی با خودرو مسافر سوار میکردیم، من عقب خودرو پس از سپری کردن مسافتی چاقو رو زیر گلوی مسافران میگذاشتم و هر چیزی که داشتن از اونها میگرفتم. بعد یارو میگه ورزشکاری؟ میگه نه، درشتی جسته در خانواده ما ارثی است. یعنی این خصوصیت رو هم خودش نرفته زحمت بکشه مثلا یه هیکلی بازوی چیزی به هم بزنه. همینجوری پدر مادرش بزرگ بودن، گنده بودن، اینم گنده شده. چقدر درس خوندی؟ دانشجوی کاردانی مکانیک هستم. دقت بکنین، یعنی به اصطلاح یه 13 سالی مثلا سابقه تحصیل. پس چرا از اینجا سر در آوردی؟ میگه من تا سال گذشته به هیچ وجه از خونه بیرون نمی اومدم تا اینکه خونمون رو فروختیم و به محله دیگری رفتیم، چون دلم میگرفت گهگاهی بیرون خانه می اومدم و چند دقیقه جلوی در می ایستادم. ببینید طفلک کاری نمی کرده. تا اینکه با یکی از بچه محلهای محل به نام ساسان معروف به ساسی دوست شدم. این ساسی نقش خیلی مهمی در زندگی این آقا حسن ایفا خواهد کرد و هر روز یکی دو ساعت با هم صحبت می کردیم و پس از گذشت چند مدت پای من به قهوه خانه باز شد. همه منتظر هم مثلا بگید پای من به کجا، مثلا نمیدونم این اتاقهای مخوف مافیای ژاپن باز شد. نه، با قهوه خونه باز شد و از همینجا بدبختی های من شروع شد. بعد خبرنگاره میگه آخه چه رابطه ای بین قهوه خانه و زورگیری وجود داشت؟ میگه آقا من اصلا قلیونی نبودم. این آقاشو من گفتم. ساسان مدام، همون ساسیه، ساسان مدام به من اصرار میکرد چند پک به قلیون بزن، نترس، تفریحی است. منم به حرفش گوش کردم و چند روزی از این قضیه نگذشته بود که دیدم قلیانی شدم. این پدیده جالبه، میدونید قلیونی شدم. مثلا تصور کنید طرف رفته قتل کرده، بعد میگه آقا چرا؟ میگه سیگاری شده بودم، مثلا قلیونی شدم و در طول این چند روز با چند نفر دیگر دوست شدم و مدتی از دوستی ما نگذشته بود که ساسان به من گفت برای تفریح برویم سر به سر چند تن از مردم بزنیم. دقت بکنید، برای تفریح. تفریح مگه آدم نافریخته تفریحش چیه؟ برو بریم آقا سر به سر چند نفر بزنیم. شب بعد یک جوان 27-28 ساله رو زورگیری کردیم و با پولش خوش گذروندیم. ببینید چجوری به اصطلاح وقتی که وارد اون فاز بسیار شکوفایی مغزی میشید گام به گام میرید جلو. اول سر به سر مردم، فردا شبش زورگیری و به اصطلاح یقه‌گیری و پول دارن، بعد پولش هم میرم خوش گذرم. کم کم ترس دستگیر شدن از سرم ریخت و همه چیز برام عادی شد تا اینکه پس از 6 ماه دستگیر شدم. پس ببینید یه روند سقوط 6 ماهه داشته تا دستگیر شده. بعد خبرنگاره میگه قهوه خونه رو عامل همه بدبختیات میدونی؟ میگه به نظر خودم بله، و اگر به حرف ساسان گوش نمی کردم و برای تفریح قلیان نمی کشیدم. دقت بکنید، یکی قهوه خونه است، یکی این ساسیه، یکی هم قلیون. این سه تا بدبخت میکنه آدم ها رو. و یا اگر برای تفریح
زورگیری نمی کردیم کارم به اینجا نمی رسید. حالا آدم مونده که کدوم یک از اینا بالاخره. اگر به جای قهوه خانه رفتن به درس و دانشگاه می رسیدم اینطور نمی شد. بعد میگه قهوه خانه محیط خوبی ندارد و به نظرم بیشتر جوانها و نوجوانها از این محیط وارد کارهای خلاف می شود. زنده باد کشف کرده. بعد میگه ببینم خانوادت از اینکه قهوه خونه میرفتی یا شبا دیر میومدی خبر داشتم؟ میگه نه به هیچ وجه. ببینید رابطه آدم ها رو، خونه وقتی خونه میومدم به خودم عطر و ادکلن میزدم تا نفهمن قهوه خانه میروم و زمانی که از من میپرسیدن شبها چرا دیر میایم با آنها میگفتم که کتابخانه میروم و یا پیش همدانشگاهی هایم بودن. بعد میگه چند بار زورگیری کردی؟ میگه حدود 50 تا دزدی داشتم، 50 تای ناقابل. آخرش خیلی جالبه، میگه خب الان به چه چیزی فکر میکنی؟ میگه روزی 100 اگر در ذهنم نقش میبندد. ببینید این خصوصیات آدم نافریخته است که جنایت و خیانت و خلاف و همه چیزو میکنه. وقتی هم گیر میفته میگه آخ 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 اگر روزی 100 اگر در ذهنم نقش میبندد و اگر یکی از این اگرها را به کار میبستم حال و روزم این نبود. حالا دقت بکنید، تا حالا 5 تا عامل شمرده بود، الان معلوم شده که نه، یه 100 تایی هستش. 100 اگر، اگر قهوه خانه نمیرفتم، اگر به دنبال زورگیری نمیرفتم و غیره، الان در کنار خانواده هم بودم و لکه ننگی برای آبروی خانواده هم نمیشدم. ببینید هموطنان گرامی، این داستان یه مدل خود این آقا محسن رو بیخیال بشیم، این زیاد چیز نیستش، اون ساسی از رابه درش کرده، من خبر دارم. خود این موضوع حسن چاقوکش، ببخشید گفتم محسن، حسن چاقوکش یه مدل برای اینکه ببینیم از زمانی که شما این دستگاه مغز رو یواشکی تعطیل میکنید هر کاری دلتون بخواد میتونید بکنید. جنایت، دزدگیری، یقه‌گیری، باجگیری، چاقو زدن، نمیدونم چی. برای اینکه نگاه بکنید چقدر بحث ما در مورد نقش اراده است دیگه. ببینید چقدر زیرکانه نقش اراده‌ش رو میذاره کنار. اول اینکه اصلا چرا به این کار کشته؟ هیکلم دیگه. هیکل ورزشکار؟ نه بابا، ارسی، جسه من ارسی بزرگ. پس یعنی ارسی پدر سوخته، ژن پدر مادرم منو گنده کرد و کشید به این راه. بسیار خوب، این از این داستان. بعد دیگه چی؟ قهوه خونه. حالا حسابشو کن، یه نهادی، یه جایی که 500 سال تو تاریخ ایران سابقه داره، ملت میره قلیونی میکشه، سیگاری میکشه، چایی میخوره، شده برای این آقا محل تعلیم تربیت خلافکاری. اینم زمانی که میخواد بگی که آقا من که قهوه خونه، بعد حالا تو قهوه خونه چی کار میکردی؟ آه این قلیون پدر سوخته. آخ آخ، یعنی تریاک و هروئین و کرک و شیشه و اینا رو میدونستید، قلیون هم بذارید کنارش. وای به روز به سلام. من میدیدم واقعا همسایه‌مون یه ننه بزرگی داشتن قلیون میکشید، نمیدونستم انقدر خطرناک میتونه باشه که حسن چاقوکش، باید نگران بود. بعد من که کاری نبودم، این پدر سوخته ساسی منو بردش. میدونید این ساسان اگر نبود من الان دانشگاه نشسته بودم داشتم درسمو میخوندم، من که کاری نبودم و اینها، و بعدم دوستا و رفتیم و اینها. ببینید این یه مثال خیلی تیپیک به قول معروف الگوواریه از اون چیزی که این کسانی که به عنوان نافریخته هستن میان و نقش اراده خودشون رو نادیده میگیرن. ولی اگر برید به عمقش ببینید که این کیف داشته میکرده، حسن چاقوکش داشته حال میکرده، واسه این رفته دنبالش. داره میگه که آقا بعد از اینکه رفتن نیزر سر به سر مردم گذاشتن که حالا معلومه منظورش چیه، شب دوم یه جوونی رو گرفتیم به اصطلاح تلکیدیمش، پولش رو برداشتیم رفتیم کیف کردیم. ای خوش گذشتش، خوش گذشته بهش. ولی خب اگر اون کار اول رو میکردش، این جوون بدبخت رو میدید که دارن پولش رو به زور میگیرن و اینا که بعد برن کیف و حال بکنن، خب ناراحت میشد دیگه، میگفت نه آقا این کار زشته. یعنی چی آقا؟ معنی نداره ببین پول مردم بگیریم برداریم بریم. ولی میگه از اون به بعد تازه شروع شد دیگه، ما رفتیم دنبال این دیگه. کسی که میادش مسافر سوار میکنن، این آقا با اون هیکلش عقب نشسته، یه مقدار که میرن چاقو در میاره میذاره بیخه گلوی یارو، پولشو میگیره بعد میندازنش بیرون. این میدونه داره چی کار میکنه. این که دیگه نمیتونی بگی آقا این هم که ساسی بهت یاد داده یا نمیدونم قهوه خونه اینو بهت یاد داده یا نه، خودتی میدونی داری چی کار میکنی. نشستی اون پشت طرف رو میبینی که بیگناه، یه مسافر عادی، ممکنه بدبخت، حاصل کار و زحمتش باشه، ممکنه پول نمیدونم نون زن و بچهش باشه، ممکنه پول داروی همسرش باشه، داره برمیداره میبره خونه، تو چاقو گذاشتی زیر گلوش گرفتی.
نه یه مورد که 50 مورد بعد میگی نمیدونستم، ای کاش، اگر. پس عزیزان به عنوان نتیجه‌گیری بحث خدمتتون میگم پدیده نافرهیختگی پدیده تصادفی نیستش. این رو من به صورت یه جمله آورده بودم امروز خدمتتون ارائه بدم اگر پیداش بکنم. اینه، نافرهیختگی به خاطر آسون بودنشه که میرن دنبالش. یک فیلسوف، یه نویسنده فرانسوی به اسم ژول برنارد جمله جالبی داره، میگه تنبلی استراحت پیش از خسته شدن هستش. نه تنبلن، نمیخواد کار بکنه، آقا حالا بیا برو دانشگاه مکانیک بخون، حالا تازه دیپلم کاردانی رو هم بگیر، باید بیای بری سر کار، دستا رو بالا بزنی، بری تو آچار و روغن و نمیدونم چی و اینها، خیلی کار داره. آقا چاقو رو میذاری گیره یارو، پولشو میکشی تموم میشه دیگه. ببینید چقدر دشوار انسان بودن، انسان شدن و انسان ماندن، و چقدر آسونه به مادون حیوان سقوط کردن، و چقدر عوامل در جامعه هستش عزیزان که ما رو هول میده، میگه آی شهروند ایرانی بی خیال انسانیت، بی خیال اخلاق، بی خیال ارزش ها، برو با سر توی لجنزار حیوانیت و مادون حیوانیت، کیفتو کن، حالتو کن، دزدیتو کن، بزن ببر، چی کار داری بخوای بشینی فکر بکنی، بیاندیشی، درک بکنی، مبارزه بکنی، مقاومت بکنی؟ وکیل شدی، درس حقوق خوندی، زنده باد، الان باید پول بسازی، سر مردم رو کلا بذار، زن طلاق نمیدونم میخواد طلاق بگیره رو به تیغ، مهریهش رو 50%شو از قبل باهاش مذاکره بکن به چنگت بیاد. وکیلی دیگه، میخوای چیکار بکنی؟ میخوای آدم باشی؟ میخوای انسان باشی؟ خانم نسرین ستوده، زندان و جدایی از بچه هاش، دوری، نمیدونم سختی، بی احترامی، کتک، اذیت، آزار، به جای اون میگه ول کن. ببینی حیوانه رو، تو میتونی پایین تر از اون باشی، کلی مشکل داره این حیوانه، ولی تو اون مشکلات هم میتونی نداشته باشی، برو به مادون حیوانیت واس خودت حال کن، کله رو بکن تو این به اصطلاح لجنزار و هر چی دلت میخواد بخور، تغذیه کن. یادتون بیاد داستان زیبای عقاب خانلری رو که چگونه به ما درس داد چقدر سخته و چقدر ولی ارزشمنده با شرافت بودن، شرافتمند زندگی کردن، انسان زندگی کردن و در پیوند با بحث ما فرهیخته بودن، و چقدر آسون از اون طرف هم زاغ بودن، لجن خوردن و بنابراین عمر دراز داشتن و نافرهیخته بودن. اتاق فرمان، وقت ما تمام هست، سپاسگزارم از توجه شما، امیدوار هستم که دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو از طریق تلفنی که می‌بینید و از طریق آدرس ایمیلی که در اختیار هست با من در میون بگذارید، حتما از اونها استفاده خواهم کرد، راهنمایی بفرمایید. با تشکر، بدرود، تا برنامه دیگر.